پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از شیکاگو با ما همراه شد. خانم بنی هاشمی، خیلی خوش اومدین. در این گزارش به جزئیات تکان دهنده ای اشاره شده از شکنجه های تا حد مرگ و اعدام مصنوعی متهمان. خب ارزیابی شما از این مواردی که در این گزارش بهش اشاره شده چه است؟ درود. مثل همون صحبتی که شما کردین، خوندن این گزارش واقعا وحشتناکه. این گزارشی که تقریبا بعد از 7-8 ماه شایدم بیشتر از اتفاقی که برای دادگاه های پرونده عجمیان الان منتشر میشه، یک جزئیات تکاندهندهی رو داره که من احساس میکنم که این حتی به اینجا هم ختم نخواهد شد. احتمالا در آینده ما از این هم بیشتر شگفت زده خواهیم شد از اتفاقی که در درون این پرونده افتاده. این پرونده به دلیل اینکه در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی در واقع صورت گرفت، متاسفانه اصلا رویه عادی قضایی خودش رو طی نکرد و در طول رسیدگی که به این پرونده میشد، بیشتر تلاش قوه قضاییه برای این بود که زهره چشم بگیره و نشون بده که اگر بخواد اتفاق مشابهی برای یکی از نیروهای خودی بیفته، همچین اتفاقاتی ممکنه در درون پرونده بیفته. الان اتفاقی که این گزارش داره به ما نشون میده این هستش که از چند خیلی به اصطلاح زوایای وحشتناکی داره، ولی من چند تاشو به اصطلاح در موردش صحبت میکنم. یکیش این که برخلاف این که در قانون به اصطلاح به صراحت عنوان شده کسی که به اعدام محکوم 48 ساعت قبلش باید بهش اعلام بشه، آخرین دیدار با خانواده براش تهیه بشه، در این گزارش گفته شده که صبحی که قرار بوده اینها اعدام بشن بهشون گفتن شما عفو شدین، اما بعدن حتی یکیشون سجده شکر به جا میاره، اما بعد از چند ساعت زندانیان متوجه میشن که اونها رو گول زده بودن و برده بودنشون که اعدامشون کنن و اعدامشون کردن. حالا ببینید، این یکی از به اصطلاح اون زوایای وحشتناکی که بوده. یکی دیگه از مسائلی که در این گزارش بهش عنوان شده، شکنجه های وحشتناکی هستش که تمام متهمین این پرونده کشیدن، به خصوص این دو فردی که اعدام شدن، ساعت ها زیر کتک زدن مداوم بودن و آویزون کردنشون از سقف، به اصطلاح مسائل وحشتناکی که اونها رو مجبور بکنن به اقرار در این پرونده. خب خانم بنی هاشمی، چقدر چنین گزارش هایی میتونه در مستند کردن جنایت جمهوری اسلامی در زندان های خودش و دادگاه های نمایشی و ناعادلانه حکومت مؤثر باشه و بشه از اونها در دادگاه های بین المللی علیه جمهوری اسلامی استفاده کرد؟ ببینید، گزارش ها قطعا مفید فایده خواهد بود، اما اون چیزی که امروز افسوس به اصطلاح ما رو داره این هستش که اینها جان از دست رفته اون اعدامیان رو بر نمیگردونه. شکنجه هایی که این افراد در درون این پرونده کشیدن رو متاسفانه بازیابی نمی کنه. بنابراین با وجود به اینکه این گزارش ها بسیار کمک میکنه که حداقل این مسئله بی عدالتی در درون پرونده مشخص بشه، اما اون جبران خسارتی که باید از منظر حقوق بشر صورت بگیره هیچ وقت صورت نخواهد گرفت، که این افراد جان خودشون رو از دست دادن. قطعا خیلی مهم خواهد بود. من اطمینان دارم که این گزارشی که از مستنداتی قرار خواهد گرفت که در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار میگیره و اینها در آینده حتما دستاندرکاران بازجو و بازپرس و قضاتی که در این پرونده شرکت داشتن باید جوابگوی رسیدگی قضایی به این پرونده ها باشن، برای اینکه حتی از داخل ایران هم بسیاری از حقوقدانان طیف متشرع هم نسبت به این موضوع اعلام تعجب کردن. یکی از مسائلی که یکی از حقوقدانان مطرح کرده بوده این که بر اساس قانون مجازات اسلامی و اینکه چون مشخص نبوده دقیقاً چه کسی قاتل اصلی عجمیان هست، هیچ کسی نباید در این پرونده اعدام می‌شد. اگر خاطرتون باشه در شروع روند این پرونده احکام بسیار سنگینی برای متهمین این پرونده صادر شد، 5 حکم اعدام قرار بود صورت بگیره، تبعیدهای طولانی مدت قرار بود صورت بگیره که حالا اینها تبدیل شد به 2 تا اعدام و چند زندان همراه با تبعید برای سایر متهمین و چند نفر عفو. در نتیجه اگر شما این دوتا رو با هم دیگه از حکم اولیه و حکم انتهایی رو حتی نگاه بکنید، این تفاوت میتونه نشون بده که چقدر پروسه قضایی اولیه شتاب زده و همراه با سوگیری بوده برای اینکه یک زهره چشمی باشه در جهت ساکت کردن بقیه مردم معترض در کف خیابان.